با شما هستیم با مهمانانمان قهرمانان رشته MMA هستند که شما با هر کدامشان آشنا هستین. در شب نبرد قهرمانی هر کدامشان را دیدین. مهمانای امروز ما هستند روح الله محمدی که در شب نبرد اول حضور داشتند و حریف روسی خودشان را به نام رمضان اسماعیلوف شکست دادن و پیروز شدند، و حسین بخش سفری در شب نبرد اول تانستن که حریف افغانی خودشان را شکست بزن، و همچنان در شب نبرد سوم حریف ایرانی خودشان را شکست دادن و پیروز شدن، و عمران ترخیل قرار است که در شب نبرد چهارم با حریف پاکستانی خود مسابقه بتن که شب نبرد چهارم هم در 27 جولای برگزار میشه که مصادف است با 5 اسد، و آقای نژند هم که در شب نبرد اول و سوم حضور داشتن که حریف روسی خودشان به نام مکمدوف شکست دادن، و در شب نبرد سوم هم تانستن که حریف ایرانی خودشان را شکست بدن. خوش آمدین، عیدتان مبارک، روزه و نماز قبول. زنده باشی امام. سلام عرض میکنم خدمت شما، عید بر شما هم تبریک میگم، و یک سلام خدمت تمام مردم عزیزم. با قبولیت دعات عبادات همه ما و شما به درگاه حق و عید تبریک میگم به تک تک تان. بسیار خوش آمدین. در این عید از ایدی دادن ما فستین دیگه، و سن بخش آمده، حالا دل ما پر است. بله خیلی سرد میگه به نایدی کل ما را و سن بخش میتن. سلام، ایدت مبارک. سلام خدمت شما و خدمت همکار نازنین شما. ما هم بنابرای خود ایدی سعید فطر به تمام هموطنان عزیز خود تبریک و تهنیت عرض میکنم. امید که یک ایدی خوب خوش داشته باشم. ایدی آوردی هم رای؟ گفی نیست پسان باز گفت بزن شما. پسان باز گفت بزن. رولا مقصد سیستم هم میفهمه. رولا در خانه میبینه که کی ایدی داد چه قیدی داد وزور هم در جیب خود میاره. امراد ترخیل صحبت و خیر سر خوش آمدی. دیر امان سلام تاسته در طلوع تلویزیون نیدون که در مخیطول در افغانستان خلق در طول مناره مسلمانان تختر مبارکی و من خدای سی دیدی که اصول همه دختری تیری که لخیر همه سی سوله تر اخیر رو سیگی انشالله. و امیدوار استم که سال آمدنی هست و میای او، و اگر سال باشه مطمئنن که بیشتر جوانای ما رشد میکنن و مثل این قهرمانایی که امروز اینجا هستن با ما و قهرمانی آفریدن. نژند عزیز سلام، صبحت بخیر. سلام خدمت شما، سلام خواهر، سلام به تمام مردم افغانستان. عید سعید از طریق شبکه تلویزیونی طلوع به تمام مسلمان های جهان تبریک میگم، و به خصوص مردم افغانستان خوش باشن. سلامت باشین، رگای گردن تدیده باشی مانوش. یک گپ دگه ایمال که در بین همه قهرمان های ما یک نفرشان بسیار با موتر علاقه داشت دارن، و تصمیم داشتن موتر بخرن. میگفتن قرضه چه وقت بگیریم موتر بخریم. اما نفر کیست خودش معرفی کنم؟ موتر خریدن یا نه؟ ما بودم پیزه ندادن دیگه. نتونستین قرضه را بگیرین؟ نه بیان خدا مهربان از در مسابقه های بعدی انشاءالله. نه دیگه موتر سقای چیز هم نیست، کل موترات اگر در خدمت ما سر را بتی از کجا تا کجا میبر. دیروز خیر کجا رفتی؟ در موتر کجا چکر زدی؟ دین روز اول همی خانه کاکا ماما دوستا دیگه همونجا را دیگه رفتیم، تو چیز نبود. این امروز هیچ آمدیم. استاز تا میادت رفت رولا، پیش رولا رفتی؟ پیش استاد نجیب. پیش استاد نجیب رفتیم، میده استاد نجیب برای تبریک میگیم، شاید ببینه دیگه برنامه ما داده خوشه دیگه. دین روز یاد زنگت زدیم تلفن نور داشتی فهمیده بود که ای از اون خاطر. خب روح الله جان، از حریف قزاقستانی تان بر ما بگوین. قرار است در شب نبرد چهارم شما مسابقه داشته باشین. خب حریف خیلی قوی است و خیلی سرسخت دیگه، یک مسابقه جالب دیگه انشاءالله در راه است دیگه. ما آمادگی های خودم میگیرم انشاءالله، خوب آمادگی های کامل که دیگه یعریف شکست بتون. و قدر کرد خیلی بالا داره و خیلی از قدرت بدنی بالا برخوردار است دیگه. انشاءالله بخیر دعا میکنیم. بخیر. 5 اسد شب نبرد چهارم است. برنامه را باز ببینین که مسابقه جالبی خواهد بود انشاءالله. حسین بخش سفری، برگزاری شب نبرد در افغانستان چقدر تاثیرگذاری داشته بالای ورزش افغانستان؟ تنها البته ما گفتم میتونم که بالای ورزش افغانستان نی که برای تمام ملت مردم افغانستان واقعا از نگاه ذهنی و از نگاه امی اخوات و برادری واقعا تاثیر عمیق را گذاشتن، بخاطر که یگانه نهادی است ورزش که میتونن برای همدلی و همدیگر پذیری ما هم یعنی نقش بسزایی را داشته باشن. واقعا من میبینم امی مسابقات خود و نتیجه
خیلی گفتگان که حتی تصور خودمون تو نبود باور بکنید. گفتم از تو از 34 ولایت افغانستان برای تماس میگیرن و تبریک گفتن مسابقات و خیلی خوشحال شدن حتی از این پیامایی که به حساب دادیم برایشان. حسین جان پیام گفتی یکی از طرفدارات همین لحظه یک پیام بر ما گذاشته پرسیده چقدر از قدتون راضی هستین؟ خطرناک سوال. خب قدتون چقدر است؟ 165 سانتی متر. خب از ایمال کده بلند هستین؟ من 170 هستم. خب البته نگفته نمونم من به مسابقات اول خودم گفته بودم همین تو واضح بخی برای نشدن مسابقه گفتم که من 165 متر قد دارم. به جهان نشان خواهم داد که افغانستان جای تروریسم وحشت نیست بلکه جایی است که قهرمان میپروراند، بلکه جایی است که اخوت و برادری همیشه نهفته است. بله و این ما باور داریم بالای نسل جوان ما هر طبیع افغان که اینا قهرمان پرور هستند و در این سرزمین در رگ رگش قهرمان ها زاده شدن و امیدوار هستم که ما بتونیم اون قهرمان ها را پیدا بکنیم، اینجا دعوتشان بکنیم، صحبت های داشته باشیم. یکی از قهرمان های ما که تازه میخواه بخیر مسابقه بده، عمران جان. بله حریف پاکستانی تان در موردش بگوین، چقدر معلومات در موردش دارین و چقدر رضایت دارین از این حریفتان که شما قرار است همراهش مسابقه داشته باشین؟ یک گپ یادآوری کنم که تازه در سازمان سیلیسی شب نبرد ما دو فایت دیگه اون دو کدیم شب نبرد که در دوره اول بود که سارهلا بود، ما بودی کل بچه ها بودیم که ما توانیست معریف خود در ران دوم نکارد کنم، در سیمش در ران اول نکارد کنم، سیم فایت ما در شب نبردن. در گریف پاکستانیم نگه واقعا برد بگم که از کشور پاکستان است، بسیار اکبرتر قویست است، ریکاردش بالاست است، پیشم کده نو ریکارد است، از ما شش است نگه. امشالله کوشش ها را زیاد کردیم برش، تمرین ها را دگام فشار میتیم نگه. امشالله با امید پیروزی با دعای متنان عزیز خود که برای ما از دعای خود یا فراموش نکنه، انشاءالله با امید پیروزی مردم افغانستان. بله ویلدا نشند که رقم سر پاسن سایل داشت فکر میکردی که عارفی سرسختش خودت هست. یعنی یعنی یک بار شروع کرده نشند عزیز. یکی از رفیقایتان بر ما پیام ماندن از همون دوره مکتبتان، گفتن که از نشند بپرسن چرا در دوران طفولیت وقتی مکتب میرفت همیشه از مکتب فرار میکرد و قدر شاگرد لایق نبوده، چرا؟ نه نه در مکتب با واقعیتش لایق هم بودیم، درس خوب در کلیم ها میگرفت. خب مگه ما تو سرشار بودیم دیگه در مکتب، تو شوقی دیم مکتب چقدر آزیری میدادی؟ نه حالا امور سات اول که آزیری غیر آزیری هیچ نداشتم در مکتب. خب. یه انگروز هم غیر آزیری نبود، فقط امور سات اول آزیری. کجا می رفتی؟ دیگه یک دوستم خیبر از نامش فیصل همی بچه ها سه چهار تمو تا اندیوال های بیشتر حال واره در گیر نته دیگه. نه و ها از در بیزر چی بگو یه حال از ما بگو بتر از در از این مکتب برای دیگه برو یا پارک برو همو تب خوشی میکنیم همو در مکتب با او زمان سرکست تر اگام اصلاً میکردی که ما میخوایم که ورزشکار باشم، قوی هستم نسبت به شما. یگانه چیزی را گیش خوش ندارم جنگ روی سرکه. باور کن. تو شده کدام روز جنگ سر سرک شده باشه حال خودت رفته باشی باز دفاع کرده باشی از این نفر یا از اون نفر؟ نه 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 نکردیم. خود جنگ کردیم مگم باور که زیاد برنامه زیاد خوردیم یا زیاد زدیم؟ زیاد لط خوردیم، در جنگ ما لط خوردیم، در نفره لط میکردیم. اون که از مکتب فرار میکردی که گیر میامدی دیگه خوب لط میخوردی باز در خانم چیزی گفتنم؟ نه باز در مکتبی تو نبود که ما از رای دیوال بگریزیم، اما کل همو انضباط ها و گل از یا میخیم تو دیگه از دیوال بگریزیم. از خود ساخته بودیش. خارو لای عزیز پیامتان رو میخواییم بشنویم که چی گفتنی دارین، چی گپ دارین؟ خب من دعا میکنم با امید این سی روز صلح به صلح همیشگی تبدیل شود و مردم ما در کنار هم با خوشی زندگی بکنند. این آرزوی هر ما و شما است، هر افغان است و هر شهروند است که این سی روز ما تبدیل شود به سه ماه ما تبدیل شود به سه سال و همونطور بره و چقدر آرام باشیم و هر کس حال ببینی میبراید میرن به تفریح و امیدوار هستم که آتش بس دائمی باشد. خب عمران ترخیلم که دیشه چه آخرین اقا خبری با او کنو؟ او پیام لرم سد خبال دوستان تا سمانگ دواغان نفرا موش نیکی مکتا دوا دو که لخیر سد اقا فایتو ندی انشاءالله او گتو دوستار اولاد و نور و بل فایتر انشاءالله
مننه خیر من تاسو سلامت باشید بسیار خوش آمدید تشریف آوردین خیر باشین حسین بخش سفری را بچور ته قدش انداختی نه حسین بخش خریداری چند روز پیش در یکی از فروشگاه دیدم حسین بخش هم تو بسیار خریداری کرده گفتم که بسیار آمادگی زیاد گرفته حسین جان برای تخفیف هم داره نه حالا تا شب نبرد آمدیم در دکان هایی ها بسیار تخفیف داره اگر یک پلون بخریم یک بلوز مفت است خوب است خدا را شکر وقفه میگیریم پس از وقفه دوباره برمیگردیم در ادامه برنامه بامداد امروز.